سلام، دیابت یا مرض شکر یک بیماری جدی و مزمن است که می تواند کل بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت وضعیتی است که در آن گلوکوز بیش از حد در خون وجود دارد. بدن برای کنترل گلوکوز به هورمونی به نام انسولین نیاز دارد که توسط پانکراس تولید می شود. در افراد مبتلا به دیابت پانکراس یا نمیتواند انسولین تولید کند و یا به طور مؤثر از انسولینی که میسازد استفاده کند. با گذشت زمان گلوکوز زیاد در خون میتواند به رگهای خونی و اعصاب آسیب رسانده و در دراز مدت عوارض صحی از جمله آسیب به قلب، گرده، چشم و پا را به همراه داشته باشد. انواع مختلف این بیماری دیابت وجود دارد. همه انواع پیچیده و جدی هستند. سه نوع عمده آن عبارتند است: 1. دیابت نوع 1، پانکراس در این نوع اصلا انسولین تولید نمی کند. 2. دیابت نوع 2، پانکراس انسولین کافی تولید نمی کند و یا انسولین عملکرد مناسب ندارد. 3. دیابت بارداری که خانم ها در دوران بارداری به آن مبتلا می گردند. پس علائم دیابت چیست؟ 1. تشنگی بیش از حد معمول. 2. دفع بیشتر ادرار. 3. احساس خستگی و بی‌حالی. 4. احساس گرسنگی همیشگی. 5. زخم و بریدگی هایی که به کندی بهبود می یابند. 6. تاری دید. 7. تغییرات وزن. و 8. سردرد و سرگیجی. با آنکه دیابت یک مرض بسیار شایع در جامعه ما هست، ولی درمان و پیشگیری آن ضروری است، چون اگر به آن توجه صورت نگیرد منجر به عوارض خطرناکی از قبیل نابینایی در افراد بالغ، خطرات سکته قلبی و مغزی و همچنان باعث قطع عضو میگردد. شاید سوال کنید که راههای پیشگیری از دیابت یا کاهش خطر ابتلا به آن چیست. عوامل زیادی هست که باعث مرض شکر میشود که برخی آنها قابل مدیریت هستند و سایر عوامل را نمیتوان تغییر داد. عواملی که قابل مدیریت یا کاهش هستند: 1. وزن زیاد، بخصوص اگر این وزن در قسمت وسطی وجود یا شکم باشد. 2. عادات غذایی ناسالم. 3. از نظر فیزیکی غیرفعال بودن. 4. سیگار کشیدن. 5. فشار خون و کلسترول بالا یا سایر چربی ها در خون. عواملی که قابل تغییر نیستند: 1. عمر، زیرا افرادی که بالای سن 40 هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و با افزایش سن این خطر افزایش می‌یابد. 2. سابقه خانوادگی در مرض دیابت. 3. قومیت و پیشینه فرهنگی، مثلا کسانی که از جمله بومیان، جزیره ها، اقیانوس آرام، شبه قاره هند و یا با پیشینه فرهنگی چینی هستند. 4. و همچنان سابقه دیابت بارداری از جمله عواملی هستند که قابل تغییر نمی باشد. اگر شما یا یکی عزیزانتان به دیابت مبتلا شده اید چه کاری می توانید؟ اگر به تازگی دیابت در شما تشخیص داده شده است، ممکن است احساس اضطراب، دلواپسی و تیف وسعی از احساسات را تجربه و سوالات زیادی داشته باشید. این یک عکس العملی طبیعی است. مهم است که به طور منظم به دکتر فامیلی خود مراجعه کنید تا شما را به تیم های مراقبتی صحی معرفی کرده و دیابت شما کنترل شود و راههای درمانی متناسب با شرایط شما را تجویز کند، که این تجاویز ممکن است ترکیبی از رژیم غذایی سالم، فعالیت‌های بدنی منظم و دارو باشد. درمان و علاج اغلب شامل مصرف تابلت یا قرص یا انسولین و درمان‌های دیگر به صورت تزریق زیرپوستی است. تیم مراقبت‌های صحی شما همچنین می‌تواند به شما در ثبت نام در طرح ملی خدمات دیابت یا NDSS کمک کند. این سرویس مطالب و محصولات آموزشی رایگان را با قیمت‌های ارزان‌تر ارائه می‌دهد. امیدوارم این معلومات مفید واقع شده باشد. اگر در این مورد سوالی داشته باشید، لطفاً کامنت کنید. وقتتان بخیر.